سلام دوستان، من زهرا سعیدی هستم و توی این پست میخوام بهتون خوشمزه ترین کیک نسکافه رو به همراه یه فیلینگ شکلاتی مغزدار آموزش بدم. همراه من باشین و این پست رو سیو کنین تا بتونین راحت پیداش کنین، لایک کنین و برای دوستانتون که علاقه من به این حرفه هستن ارسال کنین. برای شروع کارمون نسکافه رو با شیر داغ مخلوط میکنیم و هم میزنیم تا یک دست بشه و مخلوط شیر و نسکافه رو کنار میذاریم تا همدمایی محیط بشه. سفیده و زرده تخم مرغ‌ها رو از هم جدا میکنیم. سفیده ها رو با نصفی از مقدار شکر با دور تند همزن انقدر میزنیم تا کاملا فرم بگیره و وقتی کاسه رو میچرخونیم از کاسه تکون نخوره. زرده های تخم مرغ رو به همراه وانیل و شکر انقدی با همزن میزنیم تا کاملا کرمی و روشن بشه و بین کار چندین بار کاسه رو دورگیری میکنیم تا تمام مواد یک دست مخلوط بشن و بعد از پخت کیک بوی تخم مرغ نگیره. مخلوط شیر و نسکافه رو به همراه روغن مایه اضافه و با دور کند همزن در حدی که مخلوط بشن میزنیم. مواد خشک که شامل آرد و بیکینگ پودری که قبلاً 3 مرتبه علق کردیم طی 2 تا 3 مرحله با سفیده تخم مرغ اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. حواستون باشه که توی این مرحله خیلی آروم و دورانی مخلوط کنین که پف کیکتون نخوابه و در نهایت مایه کیک رو داخل قالب میریزیم و در فر گرم شده به دمای 180 درجه بین حدود 50 تا 60 دقیقه اجازه میدیم تا بپزه. این کیک به تنهایی فوق‌العاده خوشمزه است و شما میتونین این کیک رو به عنوان کیک پایه برای خامه کشی هم استفاده کنین یا اینکه داخل قالب های طرح‌دار بریزین و به عنوان کیک عصرانه درست کنین و نوش جان کنین. طبق ویدیو با یه قالب کوچیک‌تر دور تا دور کیک رو برش میزنیم و اون قسمتی که برش زدیم رو از داخل کیک جدا میکنیم، به دو قسمت تقسیم میکنیم و یه قسمت رو مجدد داخل کیک برمیگردونیم. حالا وقت درست کردن گاناش هستش که به این صورت که خامه صبحانه رو روی حرارت کم میذاریم تا زمانی که از اطراف تابه شروع به جوشیدن کنه و بعد از روی حرارت بر میداریم و شکلات ها رو بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم شکلات ها با دمای خامه باز بشه و سبزیجاتی که دوست داشتیم رو بهش اضافه میکنیم. هم میزنیم تا زمانی که یک دست بشه و کمی که خنک شد داخل کیکمون میریزیم و مجدد اون قسمت برش زده کیک رو روی گاناش برمیگردونیم و روی کیک رو میپوشونیم تا خشک نشه و به مدت 5 ساعت داخل یخچال بهش استراحت میدیم تا گاناشمون سرد و سفت بشه و روی کیک رو با هر چیزی که دوست داشتیم دیزاین میکنیم. من اینجا از گاناش فرم گرفته استفاده کردم که توی پستای قبلی آموزشش رو گذاشتم. شما میتونین این کیک خوشمزه رو جایگزین کیک های خامه‌ای و تولد هم استفاده کنین و کلی از خوردنش لذت ببرین. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. مرسی که همراه من بودین. Slow, you can still go.